انتظار وزیر خارجه آمریکا از حکومت وحدت ملی. واضحا من امیدوارم، ولی در آخر این مسئله مربوط رهبران و تیم های آنان می شود که آنان از مسائل خرد و کوچک سیاسی حمایت نکنند. وعده 1400 میلیونی اتحادیه اروپا به افغانستان. اروپا د اتحادیه سره موږ د 1.4 میلیارد یورو د ژمنې لاسلیک دی، چې په دې لاسلیک کې د پیسې په کومو سکتورونو کې چې عمدتاً په زراعت او په کلیو پراختیا په ساحه کې همدارنګه په صحت او په پولیسو به مصرفیږي. و درخواست سازمان ملل بر مقابله جدی با داعش. سلام و شبتان بخیر. امروز شنبه 19 میزان سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 11 اکتبر سال 2014 میلادی. به مشروع خبرهای این ساعت با من پریسا ابراهیمی خوش آمدید. وزیر خارجه آمریکا میگوید که آینده حکومت وحدت ملی در افغانستان مربوط به رهبران و دو تیم حکومت فعلی وابسته است. آقای گری یادآور میشود که اگر رهبران حکومت وحدت ملی برای حل مشکلات افغانستان تمرکز کنند، نتایج مؤثر به دست خواهد آمد. وزیر خارجه آمریکا میگوید که آینده حکومت وحدت ملی در افغانستان مربوط به رهبران و دو تیم حکومت فعلی می شود. جان کری میگوید اگر رهبران حکومت وحدت ملی برای حل مشکلات افغانستان تمرکز کنند، نتایج مؤثر به دست خواهد آمد. واضحا من امیدوارم، ولی در آخر این مسئله مربوط رهبران و تیم های آنان می شود که آنان از مسائل خرد و کوچک سیاسی حمایت نکنند، بلکه بالای مسائل بزرگ تمرکز کنند که افغانستان با آن مواجه است، و آنان به تلاش هایشان مصمم باقی بمانند تا شرایط بهتر را برای تمام مردم افغانستان فراهم کنند. آقای کرین سخنان را در مصاحبه با مسعود فریور رئیس بخش افغانستان صدای آمریکا بیان داشته است. وی تأکید دارد که یکی از راه‌های اساسی که می‌تواند مشکلات افغانستان را پاسخگو باشد، به وجود آوردن یک تیم است که بتوانند با همدیگر کار کنند، نه تیمی که نتوانند با هم همکار باشند. خوب، این امر بسیار مهم است. شما باید تیم تطبیق کننده را ایجاد کنید. تیمی را ایجاد کنید که با هم کار کرده بتوانند. و طوری که دکتر غنی بارها گفته است، او نمیخواست حکومتی را تشکیل دهد که کار کرده نتواند. بنا ایجاد همچون یک تیم واضحاً بسیار مهم است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که ثبات افغانستان نه تنها برای ایالات متحده از اهمیت برخوردار است، بلکه برای سایر کشورها به شمول چین، روسیه، همسایه های شمالی و همسایه جنوبی، هند و حتی اسرائیل نیز با اهمیت است. فکر می کنم افغانستان به منزله یک جزیره در شارای جدید هبریشون برای حمل و نقل اموال و تجارت در آینده در منطقه، احتمال روابط قوی تجارت با هند و کشورهای آسیای مرکزی و حتی به سوی غرب تا عراق و اسرائیل اهمیت خواهد داشت. همه اینها احتمالات آینده می باشند و من فکر می کنم که ما در همین آینده نقش داشته باشیم. شماره از تحلیلگران به این باورند که ایجاد تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان روزنه برای بهبود روابط میان افغانستان و آمریکا است. دو کشوری که بعد از ماه‌ها انتظار توافقنامه دو جانبه امنیتی را در دومین روز کاری رئیس جمهور جدید افغانستان امضا کردند. اتحادیه اروپا برای افغانستان کمک 1400 میلیون یورو را وعده کرده است. عمر زاخلوال مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با ابراز این مطلب میگوید این کمک برای 6 سال در برنامه های انکشافی مصرف خواهد شد. همزمان با این شماری از کشورهای جهان به ارزش 500 میلیون دلار را برای تقویت بودجه عادی افغانستان وعده کردند. نظیر عظیم کریمی از واشنگتن گزارش میدهد. هیئت از مقامات وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان به واشنگتن رفتند تا در مورد کمک‌های جهان برای افغانستان آگاهی یابند. عمر زاخلوال، مشاور اقتصادی ریاست جمهوری افغانستان، در جریان این سفر در گفتگو با آریانا نیوز گفت اتحادیه اروپا 1400 میلیون یورو را برای انکشاف افغانستان در 6 سال آینده وعده کرد.
د اروپا د اتحادیه سره موږ د 1.4 میلیارد یورو د ژمنې لاسلیک دی چې په دې برسلیک چې د پیسې په کوم سکتورونو کې چې عمدتاً په زراعت او په د کلیو پراختیا په ساحه کې همدارنګه په صحت او په پولیسو به مصرفیږي. او د آقای زاخیلوال همچنین افزود که برخی از کشورهای جهان برای تقویت بودجه عادی افغانستان با ارزش 500 میلیون دلار را کمک کرده است که بیشترین این کمک برای معاشات مامورین حکومتی مصرف خواهد شد. قراردادی که با در حضور رئیس بانک جهانی و همکارای بین المللی با امضا میرسه، قرارداد بالای پروژه کاسه 1000 است که انتقال برق در قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان است که در حدود 1.5 مگاوات برق انتقال پیدا میکنه. این پروژه است که قیمتش تقریبا نزدیک به 1 میلیارد دلار است که از طرف همکارای جهانی ما، بانک جهانی و دیگر همکارای ما تمویل میشه. بالاخره تمام مذاکرات به پایان رسیدیم. این در حال است که برخی از رسانه ها در زمان تنش‌های انتخاباتی گزارش داده بودند که مسئولان وزارت مالیه در آن زمان برای رفع مشکل کسر بودجه به صورت فوری نیازمند 537 میلیون دلار بودند. هفتان در پیوند با پرونده کابل بانک بازداشت شدند. دادستانی کل افغانستان 31 جلد دوسیه افرادی که در بحران کابل بانک دست داشتند به محکمه استیناف کابل فرستاد. در همین حال دادستانی کل کشور از نهادهای قضایی می‌خواهد به گونه عادلانه این پرونده ها را بررسی کنند. احمد فرشاد صالح با جزئیات بیشتر این خبر. پرونده های عاملان کابل بانک از دادستانی کل تا دادگاه. 21 تن در پیوند به بحران کابل بانک دوباره به دادگاه کشانیده می شوند. دادستانی کل افغانستان سرانجام پس از تحقیق و بررسی بحران کابل بانک اکنون بار دیگر دوسیه های عاملان بحران کابل بانک را که به جعل و تزویر، اختلاس و سهل انگاری متهمند به دادگاهی استیناف کابل فرستاد. امروز ما تانستیم 31 جلد دوسیه را به محکمه استیناف ولایت کابل مول بسازیم. به تازگی دادستانی کل افغانستان با کمک نیروهای امنیتی افغان توانسته است از میان 19 تن از متهمان پرونده کابل بانک 7 تن را بازداشت کند و این افراد قبلا به ضمانت رها شده بودند. در این میان نام کمال ناصر کرور، فرزند حبیب الله کرور که مسئول بخش شبکه سرتاسری کابل بانک بوده است آمده و نیز بسم الله محمدی فرزند عبدالمحمد عضو نظارت بانک مرکزی، محمد قسیم رحیمی فرزند عبدالحمید عامر عمومی نظارت مالی از کابل بانک و محمد طارق میران فرزند غلام فاروق عامر تکنولوژی معلوماتی کابل بانک بوده است. شیر آقا حلیم فرزند زین العابدین سرگروپ تیم نظارت بانک مرکزی و محمد عارف سالک فرزند محمد آصف که عضو نظارت بانک مرکزی و در اخیر محبوب شاه فروتن فرزند مبارک شاه کارمند اسبق بخش پیروی از قانون کابل بانک بوده است. به تعداد 7 تن از اینا گرفتار شدند و متباقی هم به زودترین فرصت اینا گرفتار میشن و هیچ شانسی هم نیست از تنفیذ قانون کسی فرار کنه. در بحران کابل بانک 21 تن دست دارند که از این بانک 913 میلیون دلار آمریکایی اختلاس شده است، اما 184 میلیون دلار آن دوباره به این بانک بازگشتانده شده است و اما تا اکنون 729 میلیون دلار این بانک لادرک است. کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد ابطال آرای شماری از محلات به کمیسیون انتخابات وضاحت داد. مثلاً در این کمیسیون میگند اعتراضات کمیسیون انتخابات بیشتر شکلی است نه محتوایی و آنها مطابق قانون و تمام شکایت ها رسیدگی کردند و در فیصله کمیسیون شکایات هیچ تغییر نخواهد آمد. شریف لاویانت با جزئیات بیشتر این خبر. پس از آن که کمیسیون انتخابات از کمیسیون شکایات در مورد ابطال آرای شماری از محلات که دلایل آن برای کمیسیون انتخابات فرستاده نشده بود وضاحت خواست، کمیسیون رسیدگی به شکایات این شکایت ها را شکلی می داند و می گوید روی فیصله نهایی کمیسیون شکایات تأثیر نمی گذارد. آنچه ما از اعتراض کمیسیون محترم انتخابات برداشت کردم، اعتراضشان زیادتر در شکلیات بوده، یعنی در ماهیت فیصله نبوده و این چیزی است که نشان می دهد که اگر ما با پاسخ از این اعتراضات هم بپردازیم، این باعث از این میشه که فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی تغییر بخوره. یعنی فیصله ما کماف سابق به جای خود باقی میمانه مگر ای که بعضی اصلاحات در شکلیات
به وجود بیاید. خانم عزیمی در مورد ابطال تمام آرای شماره از نامزدان در ولایت‌های کندهار و پکتیا میگوید این آرا مبتنی بر لایحه ابطال باطل شدند. تمام مواردی که مطابق لایحه ابطال آرا قوانین انتخاباتی بوده در اونجا تطبیق نشده، بناً تقلب گسترده صورت گرفته بوده که در اثر یافته های ما تفتیش و شمارش مجددی که در اونجا صورت گرفته این موارد برآمده و ما ناگزیر بودیم که مطابق قانون عمل بکنیم، که مطابق قانون عمل کردن این نتیجهش این بوده که باید او آرا باطل می شده. قابل یادآوری است که کمیسیون شکایت انتخاباتی رای 900 محل را در کابل و شماره از محلات زیاد دیگر را در ولایت با شماری کردند و تصمیم نهایی خود را به کمیسیون مستقل انتخابات فرستادند. حال دیده شود که با تطبیق این فیصله در سیستم چه تغییراتی در نتایج ابتدایی شورای ولایتی وارد خواهد شد. خبرهای خارجی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می‌گردد، با ما باشید. شماری از باشندگان ولسوالی جبلسراج ولایت پروان با راه اندازی تظاهرات خواهان آوردن برق در این ولسوالی شدند. این باشندگان میگند دو ماه قبل بند برق این ولسوالی از سوی والی پروان افتتاح شده بود اما قابل استفاده نیست. آنان هشدار میدهند اگر تا یک هفته دیگر بند برق فعال نگردد شاهراه سالنگ را مسدود خواهند کرد. نعمت الله احمدی گزارش میدهد. بند برق ولسوالی جبل سراج ولایت پروان از سوی پی آر تی ساخته شده است. کار این بند تکمیل و دو ماه قبل از سوی والی پروان افتتاح گردید اما حالا باشندگان جبل سراج با راه اندازی تظاهرات میگویند این بند برق قبل از اینکه آماده بهره برداری شود والی پروان این بند را افتتاح کرده است. چند ماه قبل از طرف جناب والی سپی برق افتتاح شد بدون از اینکه ریاست برق در جریان گذاشته شود، بدون از اینکه از مردم مشکلات پرسان بکنن به شکل نمایشی برق افتتاح کردن. دولت مرکزی به این مسئله توجه نکنه و بالای مسئولین محلی فشار نیاره، مردم به گونه گسترده تصمیم گرفتن که این راه ترانزیتی که نو ولایت شمال افغانستان به مرکز وصل میکنه این را مسدود بسازند. این باشندگان والی ولایت را در تاخیر کار این بند مقصر میدانند. توربینا را هاوردن و قسمت توربینا نصب شده ولی بدین از اینکه به بهره برداری سپرده شود والی صاحب پروان آمد او را بدون که ریاست برق پروان باشه یا اون وزارت برشنا باشه او را آمد افتتاح کرد. در همین حال معاون والی پروان میگوید عوارض تکنیکی باعث شده است تا کارش به تاخیر بیفتد اما از آمدن برق در این ولسوالی در آینده های نزدیک خبر می دهد. یکی از این توربینا چالش داشته بوده، کم ذره چال می خورده بوده. از نظر تکنیکی ضرورت به این بود که دوباره این مونتاژ شود. به این خاطر اون معطل مانده، ممکن است در آینده بسیار نزدیک بیاید و را مونتاژ بکنند و برق برای مردم توزیع شود. بند برق ولسوالی جبل سراج بیشتر از یک قرن قدامت دارد. اما این بند در اثر جنگ‌های داخلی از بین رفته و حالا از سوی پی آر تی دوباره ترمیم شده است. امروز صدها تن از باشندگان ولسوالی جبلسراج ولایت پروان گرد هم جمع شدند و خواهان آمدن فوری برق در این ولسوالی شدند. این باشندگان هشدار می‌دهند که اگر به زودترین فرصت برق در این ولسوالی نیاید شاهراه نو ولایت شمالی را برای مسافرین مسدود خواهند کرد. نعمت الله احمدی، آریانا نیوز، ولایت پروان. روزت هیوارزشی را همکارم سید علی کاظمی تقدیمتان میکنه. کاظمی خیلی خوش آمدید. تشکر. شما بخیر. شما بیننده عزیزم همچنان خبرهای ورزشی هم بعد از وقفه کوتاه. با سلام مجدد خوش آمدید به خبرهای ورزشی این ساعت. بورد اجرایی کمیته ملی المپیک برای بررسی چگونگی وضعیت این کمیته خواهان تدویر جنرال اسمبلی عمومی گردید. پس از نتایج ضعیف کاروان ورزشی افغانستان در رقابت‌های المپیک آسیایی 2014 که در شهر اینچوان کره جنوبی دایر شد،
بورد اجرایی کمیته ملی المپیک با تدویر جلسه خواهان برگزاری جنرال اسمبلی عمومی این کمیته شد. در طول رقابت‌های المپیک آسیایی کاروان ورزشی افغانستان در رشته‌های مختلف متحمل ناکامی‌های متعددی گردید تا اینکه در نهایت در آخرین روزهای این رقابت‌ها یک مدال برنز در رشته تکواندو و یک مدال نقره در رشته ورزشی کرکت نصیب ورزش افغانستان شد که به لحاظ کمیتی نسبت به دوره قبل این رقابت‌ها که در سال 2010 در گوانجوی چین دایر شد افغانستان موفقیت کمتری کسب کرده است. اکنون بورد اجرایی از کمیته المپیک آسیایی خواهان تعیین زمانی برای تدویر جنرال اسمبلی عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان شده تا در مورد سرنوشت این نهاد حاکم بر ورزش کشور تصمیم گیری شود. ما مکلفیت کمیته اجرایی است که تا به جنرال اسمبلی را تقاضا کنه شورای آسیایی و اونا یک تاریخ بتن و شورای و جنرال اسمبلی تصمیم میگیره. حتی جنرال اسمبلی تصمیم گرفته میتونه به اگزیکتیو بورد، شاید اگزیکتیو بورد منحل شوه، شاید رئیس منحل شوه، صلاحیت تمام تمام جنرال اسمبلی داره، باید تمام رسونا بشینن و مسائل بررسی کنن. و در ضمن نشان ما صرف تقاضای یک تاریخ از شورای آسیایی کردیم و اونا وقتی که برای ما تایید کردن تاریخ به تمام اعضای مجمع اطلاع داده میشه و باید بیان یک تصمیم مناسب اتخاذ کنه. دو مدال طلا و یک برنز برای تیم تکواندوی افغانهای مقیم اروپا در مسابقات ماستر کپ آلمان. تیم تکواندوی افغانهای مقیم اروپا صبح امروز در مسابقات بین‌المللی ماستر کپ که در شهر بن آلمان آغاز شده است حضور یافت. به گفته همشا فیضی مربی این تیم، تکواندوکاران افغان توانستند در روز نخست این مسابقات دو مدال طلا و یک برنز را به دست آورند. ویس محمدی و محمد حمیرات دو تکواندوکار افغانستان بودند که توانستند مدال طلا به گردن آویزند و مدال برنز این تیم نیز توسط ادریس حسینی به دست آمد. در تیم تکواندوی افغان‌های مقیم اروپا که به نمایندگی از افغانستان در این مسابقات حضور دارند، 8 تکواندوکار به رینگ رقابت خواهند رفت و فردا دیگر تکواندوکاران نیز وارد مسابقه خواهند شد. از شما هم نیز سپاسگزارم. شب بر همه شما خوش. خدا برمید.